قراردادی که شاه به واسطه الجزایر با صدام امضا کرد. روزی که صدام حسین تاب مقاومت در برابر شاه ایران را نیاورد و تمامیت ارزی عراق را زیر سوال برد. گرچه این قرارداد امضا شد اما فضای حاکم بر روابط دو کشور به ویژه از طرف عراقی ها هیچگاه فضای اعتماد و دوستی نبود و در عمل عراقی ها هیچگاه تن به پذیرش مفاد پیمان به ویژه بخش تالوک ندادند. 16 اسفند سالگرد انعقاد پیمان الجزایر میان ایران و عراق است. اولین پیمان رسمی میان ایران و عراق برای حل اختلاف مرزی دو کشور. در آسان جنگ جهانی اول با عنوان موافقتنامه مرزی استانبول به امضا رسید. این پیمان مرزی میان ایران و عثمانی منعقد شد و عراق هنوز استقلال نداشت. پس از تاسیس دولت ملی در عراق اختلافات مرزی زمینی و آبی میان دو کشور که میراث استعمار بود وارد مرحله جریدی شد و برخوردهای مرزی را در پی داشت. قرارداد 1973 که در آسان جنگ دوم جهانی میان ایران و عراق منعقد شد از جمله پیمانهای ناعادلانه مرزی ایران و عراق بود. این پیمان با فشار انگلیس که عراق را در اشغال داشت و با حمایت کامل و آشکار آن کشور از حکومت بغداد در چارچوب اهداف استراتژیک بریتانیا بر علیه ایران اعمال شد. در دوران سلطنت خاندان هاشمی در عراق تا سال 1958 که با کودتای کمونیستی عبدالکریم قاسم به پایان رسید اختلافات دو کشور به دلیل ماهیت پادشاهی دو حکومت کمتر شد. اما بعد از ملی شدن نفت ایران با تحریکات انگلیس آتش زیر خاکستر اختلافات دوباره شعله بر شد و دو کشور را چند بار در آسان جنگ قرار داد. وقوع جنگ سال 1967 میلادی میان عرب و اسرائیل و شکست عرب در این جنگ فشار کردهای جدایی طلب بر دولت عراق حمایت آمریکا و بلوک غرب از محمد رضا پهلوی منجر شد که دولت بغداد ناچارن قرارداد 1975 را با ایران امضا کند این قرارداد که در دفاتر رسمی سازمان ملل ثبت شد و از سوی مجالس دو کشور به تصویب رسید از جمله جامعه قراردادها برای حل اختلافات مرزی میان ایران و عراق است قرارداد در شهر الجزیره به امضای محمد رضا پهلوی و صدام حسین رسید. این دو همراه با سایر سران کشورهای تولید کننده نفت برای شرکت در اجلاس سران اوبک به الجزیره رفته بودند. قرارداد الجزایر تاری به ابتکار هواری بومدین رئیس جمهور الجزایر بود. بر اساس این تر رؤسای حکومت های ایران و عراق در دو نوبت با یکدیگر ملاقات داشتند. بار اول، زیافتی ده ساعته بود که در چهارده اسفند پنج و سه با حضور بومدین و شرکت شاه و صدام برگزار شد و بیشتر به منزله آشی دادن آنان بود. اما ملاقات دوم در آخرین ساعت روز شانزه اسفند آغاز شد که تا چهار بامداد روز هفته اسفند پنج و سه ادامه یافت و منجر به امضای قرارداد سود گردید. این قرارداد سه محور اصلی داشت. تعیین مرزهای زمینی بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ نوامبر 1913 دو تعیین مرزهای آبی دو کشور بر اساس اصل خط تالوگ و سه تایید دو کشور بر امنیت و اعتماد متقابل در امتداد مرزهای مشترک زمینی و آبی و دو طرف متحد شدن مرزهای خود را برای قطع هر گونه رخنه و نفوذ که جنبه خرابکارانه داشته باشد کنترل کند. قرار شد هر یک از طرفین در صورت مواجهه با اختلاف در تفسیر بندهای قرارداد با بومدین در ارتباط باشد و وی نیز بی‌طرفانه قضاوت کند. اکثر رسانه های گروهی جهان انعقاد این قرارداد را پیروزی ایران دانستند. عراقی ها همواره مایل به ادامه پیمان مرزی 1937 بودند. پیمانی که توسط انگلیسی ها بر دولت ضعیف رضاخان تحمیل شده بود. متعاقب انعقاد این پیمان، هویدا نخست وزیر وقت به عراق رفت و صدام حسین به تهران آمد و محمد رضا پهلوی دعوت حسن البکر برای سفر به بغداد را پذیرفت. با این همه افکار عمومی عراق به ویژه مطبوعات و منابع سیاسی آن از قرارداد الجزایر استقبال نکرد و این اعتقاد در عراق روز به روز تقویت شد که بغداد پیروز این پیمان نبود. صدام در یکی از جلسات شورای فرماندهی انقلاب عراق گفت که عراق در شرایط متفاوتی مجبور به امضای این قرارداد شد و در آینده از زیر بار تعهدات آن بیرون خواهند رفت. آنها درگیری های مرزی را کم و بیش در مرزها ادامه دادند و بارها موقعیت جنگی میان دو کشور به وجود آوردند. از سال 1975 میلادی عراقی ها با تعجب افزایش قیمت نفت در بخش نظامی سرمایه‌گذاری وسیع کردند که استخدام بیش از 3000 کارشناس تسلیحاتی و ساخت یک شهرک نظامی در نزدیکی بغداد برای تولید سلاح‌های شیمیایی از جمله آن بود. صدام با انعقاد قراردادهای سنگین نظامی با شوروی، چین، فرانسه و آلمان به سرعت ضعف‌های نظامی خود را در برابر ایران جبران کرد. و با پیروزی انقلاب اسلامی اهدامه الجزایر را پاره کرد و جنگ هشت ساله بر علیه جمهوری اسلامی تحمیل کرد جنگی که خواستهای او را برآورده نکرد سرگ بارسقیان در یادداشتی با عنوان عراقی ها در صدای خروج از الجزایر می نویسد صدام حسین مترسد فرصتی بود که از زیر بار قرارداد الجزایر شانه خالی کند و زمانش را هم سید کرد آنگاه که شاه ایران دیگر نه در غید سلطنت و نه در غید حیات بود و ایران را انقلابیون اسلامی اداره می کردن. صدا می خواست با جنگ به آنچه در صلح به آن نرسیده بود برسد. و حتی ادعای بیشتری هم درباره باره بخشای از خاک ایران و آبهای خریج فارس داشت. به نوشته نشریه آبزرور، عراق در طول سه هفته گذشته بسیاری از پاسگاه های مرزی ایران را نابود کرده و بخش کوچکی از عراضی ایران را به تصرف خود درآورده. مشخص نیست که آیا هدف صدام فقط ایجاد تغییر در قرارداد الجزایر است یا چیزهای دیگری در سر دارد اما ماجرا چنین که او انتظار داشت پیش نرفت و نیروهایش پس از حملات اولیه عملا زمین گیر شدند و از رسیدن به پیروزی عاجز مانند. حتی بعدتر که ایران خودش را جمع جور کرد و دست به ضد حمله زد صدام و رژیم بس تا یک قدمی سقوط رفتند و فقط به حمایت قدرت های جهانی و دولت های عربی سرپا مانند. خلاص جزئیات جنگ تحمیلی و آنچه در آن دران دوره هشت سال گذشت بکنار، کنار. 598 در تابستان 67 به درگیری ها خاتمه داد. اما بعد از جنگ هم مفاد قرارداد الجزایر و چگونگی بازگشت به این قرارداد یا مذاکره برای قراردادی دیگر به عنوان یکی از موارد اختلافی میان ایران و عراق باقی ماند. این مشکل ادامه داشت تا اینکه در 24 مرداد 69 صدام در مقام رئیس جمهور عراق نامه به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران نوشت و برای تحقق صلحی که او به شدت نیازمندش بود در کنار تعهد به آزادی همه اسیران از ایران و عقب نشینی بیچون و چرا از همه مناطق ایران بازگشت به قرارداد الجزایر را پذیرفت و رسما آن را اعلام کرد. اما سوال اینجاست که چرا صدام دوباره به قرارداد الجزایر برگشت؟ در پاسخ به این سوال میگویند زیرا او خودش را در کویت درگیر جنگی تازه کرده بود و در تقلا برای آشتی با دیگر همسایگانش پذیرش مجدد قرارداد الجزایر را نشانه و تضمینی از پایبندیش به صلح با ایران میدید. ممنون از اینکه تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. لطفا برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید و برای دسترسی به ویدیوهای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید